دوستان، امروز روز ششم چالش قدرتی ماست و امروز میخوام تمرینی رو برای فرمدهی بدن با کمک بطری آب با هم انجام بدیم. امروز تمرینی رو با بطری آب انجام بدیم. میخوام بهتون بگم که شما اگه دمبل هم تو خونه داشته باشید میتونید از بطری آب یا بطری که تو شم هست هم استفاده کنید. بریم سر اصل مطلب. برای تمرین اولمون یه پا عقبه، یه پا جلوه، دست ها کاملا بالاست. وقتی که دست ها میاد پایین همزمان زانو میاد بالا و بطری رو میزنید جلوی زانوتون. من میرم این حرکت رو 15 تکرار. شما باید این حرکت رو برید برای هر پا 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. بعد پاتون رو عوض میکنید، پای راستتون رو میارید عقب، پای چپتون رو میارید جلو و مجدد دست ها بالا هست، میرید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. هیچ استراحتی این قسمت توی مرحله انجام نمیدید و مجدد پای چپ میره عقب، دست ها بالا و مجدد این حرکت رو تکرار میکنید. تو سه ست که با پای دوباره راست با پای چپ با پای راست انجام میدید که بشه سه ست و بعد میتونید 45 ثانیه استراحت کنید. خب برای تمرین اول اگه میخواید فشار کمتری به شکمتون وارد بشه میتونید دست ها رو کمی خم کنید، یعنی به همین حالتی که ایستاده بودین وقتی که دست بالا هست دست کامل بالا قرار نمیگیره، کمی آرنج رو میشکنید اگه میخواید فشار کمتری به شکمتون وارد بشه و وقتی که میاد به سمت زانو هم همونجور که دست من رو میبینید یه مقدار شکستگی داره تو ناحیه آرنج، ولی اگه میخواید فشار بیشتری به شکم و پهلوتون وارد کنید حتما باید دست کاملا صاف بالای سر قرار بگیره و بیاد به سمت زانو. این حرکت برای حرکت این نقاط برای نقاط تمرین اول بود. و اما برای تمرین دوم شما یک دستتون بطری داره، دستی که آزاد هست رو به پهلو میذاریم و پاها جفت کنار همه. ما میخوایم حرکت ساید لانج رو بریم، لانج به پهلو و همزمان وقتی که دارین حرکت ساید لانج رو میایین به پهلو دستتون که بطری داره میاد به سمت بالا و در راستای شانهاتون قرار میگیره. به این شکل حرکت رو میرید و برمیگردید به حالت اول. فقط دقت داشته باشید که وقتی که میایین روی این یکی پاتون روی پای سمت راستتون میایین، پایی که خم میشه، دقت داشته باشید که لگن به عقب متمایل میشه و زانویی که خم هست باید دقت داشته باشید که از پنجه هاتون فراتر نره. این خیلی مهمه. و وقتی که برمیگردین به حالت اول شمارش تمام میشه به این صورت. یه وقتی که برمیگردین تمام میشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12. این شد برای یک سمتتون، برای پای چپتون شد. و اما برای پای راست بلافاصله وقتی که پای چپتون تمام شد برای پای راست این حرکت رو تکرار میکنید. بطری رو تو دست راستتون قرار میدید، دستی که آزاد بود روی پهلو قرار میگیره1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12. این حرکت شما باید 12 تکرار برای هر پا انجام بدید و توی سه تا ست.
بعد از اینکه دو پا رو رفتین هیچ استراحتی نمی‌کنید، مجدد پا رو عوض می‌کنید، تو سه ست این حرکت رو انجام میدید و بعد میتونید 45 ثانیه استراحت کنید. بعد تمرین آخرمون شما باید پاها رو به اندازه عرضشون رو باز کنید، پنجه‌های پای مقدار به سمت بیرون متمایل هست، بطری رو جلوی بدنتون قرار میگیرید، دستتون رو میندازید، حرکت اسکات رو میریم و وقتی که بلند شدیم میخوایم جلو بازو بزنیم و این به این شکل شمارش انجام میشه. من این حرکت رو توی 15 تا تکرار انجام میدم، شما باید این حرکت رو توی 15 تا تکرار و 3 ست انجام بدین. بعد از اینکه یه 15 تکرار رفتین میتونید 15 ثانیه استراحت کنید و بعد دوباره شروع کنید ست بعدی رو انجام بدید. حالا من یک بار میرم که شما حرکت رو ببینید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. حواستون باشه که وقتی که دارید حرکت رو میرید شکمتون رو منقبض کنید و بعد حرکت رو برید. اینجوری به شکمتون فشار بیشتری وارد میشه، یعنی در تمام طول حرکت شما وقتی که میاد پایین تا وقتی که میاد بالا شکم رو منقبض کنید.